عشق سزاوار کسی است که لایق آن باشد، نه تشنه آن، زیرا هر تشنه‌ای روزی سیراب خواهد شد. قشنگ بود. کی گفته؟ مهم نیست کی گفته، مهم اینه که چی گفته. ویکتور هوگو اسمس رو کی فرستاده؟ آه، حواسم نبود. مهم نیست کی فرستاده، مهم اینه چی فرستاده. ببخشید، صورت حساب ما رو لطف میکنین. لطف کنید تشریف ببرید صندوق. اجازه میدید من تشریف ببرم صندوق؟ هنوز کارم به اونجا نرسیده. فکر کنم همینه کافی باشه دیگه. نبودم ساعتمو گرو میذارم بعد میام حساب میکنم. جدی میگم، اگه همراهت نیست من برم حساب کنم. شوخی میکنم بابا، 1,000,000 تومان پول نقد تو جیبم. چی شد؟ یه دفعه انرژیت افتاد؟ آره، دیدی چی شد؟ افتاد تو رستوران. چی؟ انرژی. چطوری شیرین جان؟ دارم میام تو راهم. شیرین، براشون سنگ تموم بذاری یا از مادر عروس بیشتر فیلم بگیر. دکترها جوابش کردن. برو قربانت. منظورت از یکی غیر من چی بود؟ منظورم اینه خیلی جاها هستن که یه حسابدار خوب میخوان. خودم هم 2-3 جا رو سراغ دارم. از کارخونه تسلیمی بیا بیرون. بله. کی بود؟ یه مرده، نمیشناختمش. گفت اگه اسمت بره تو شناسنامه سعید، شناسنامه تو باطل میکنم. شماره چنده؟ نیفتاده. جانم سعید، خوبی؟ بد نیستم.
خواستم بگم اون تماس جدی نگیر. نه جدی نمیگیرم، ولی یه خورده نگران شدم چون چند روز پیشم زنگ زد همینا گفت. پس چرا به من چیزی نگفتی؟ فکر کردم یکی داره شوخی میکنه، ولی الان فکر کنم داره جدی میشه. ببین سعید، من شارژ ندارم، صدامو میشنوی؟ رفتم خونه بهت. سلام آقا سعید، باش خانم گفتم به شما هم بگم اگه قراره بمونین باید یه پولی نمونیم رو... آقای جزایری سر برش تخلیه هست، بسپاری به بابا. هر طور میلتونه. کی اومدی؟ خسته نباشی، یه چند دقیقه میشه. پشت چرخ بودم صدای در رو نشنیدم، برم شام تو گرم کنم بیارم. شام خوردم، با ستاره بیرون بودی. خب نوشه جان، ستاره حالش چطور بود؟ خوبه، بهت سلام رسون. سلامت باشه، قبلا زود به زود میامد به من سر میزد، الان چند وقت دیر به دیر میام. گرفتاره ماما. چطور اون موقعی که یه روز درمون میامد گرفتار نبود؟ سر شلوغه دیگه ماما. سمیرا کجاست؟ رفته خونه یه صدیق خانم، کمک دستش باشه، آخه فردا خرج میده. یه بالش بذار زیر سر این بچه، گردنش درد نگیره. چی کار میکنی؟ با یکی از دوستام راجع به درسی چت میکنم. درسی یا جوکه؟ نه با یه فرمول داره توضیح میده. آخه داشتی میخندیدی. آره این فرمول رو خیلی بال توضیح داده، نمیدونی که چیجور توضیح. قبض تلفن این ماهو دیدی؟ آره این ما خیلی اومده، به مامان گفتم بره مخابرات بگه، حتما اشتباه کردن، مامان بره بگه حله. همش قبضای ما اشتباه میاد، مشکل از مخابراته. سارا نمیخوام نصیحتت کنم، اما یه خورده مراعات کن، اینقدر خودتو با دوستای بالا شهرید مقایسه نکن. سعید. ها چیزه؟ تمنالش خوب نیست. چشه؟ مریضه؟ آره خوب یه جورایی مریض توه. خدا همه مریضه رو شفا بده. مادر تخمق تو بخور، سرد شد. میخورم. بخور بسه جون بگیری. دیروز رفته بودم ملاقات بابات، همه گوشتای تنش آب شده بود، جیگرم براش کباب شد. به طلبکارشم گفتم یه چند تا چک بگیره رضایت بده بیاریمش بیرون. خب چی گفت؟ قبول نمی کنم، نقد میخوام. بگو. چو؟ هم که نوک زبونت میخوای بگی. پشیمون شدی؟ پشیمونی حرف نزده بهتر از پشیمونی حرف زده است. تا اون حرف چی باشه؟
سعید جان، حلقت رو جا صابونی جا مونده بود، گذاشتم اونجا، فردا دستت کن یادت نره. دیشب که رفته بودم دستمو بشورم اونجا جا گذاشتم. تو این دو ساله هیچ وقت جا نذاشته بودی، یادت نرفته بود؟ منظور چیه؟ نکنه یه وقت مادر یهو شیطون بره تو جلدت. مامان، اصلا دوست ندارم ناله نفرین دختر مردم سقف خونم رو سرم خراب کنه. من تو این خونه جوون دارم، از آه مردم میترسم. شما تو این خونه زندگی میکنی یا تو دل من؟ مثل که تو بچه منی، من تو رو بزرگت کردم، از تو کوچه که پیدات نکردم که. عروسی میخوای بدی؟ عروسی چیه؟ دانشگاه میرم. آخه از کله سر جلو آینه ای گفتم حتما میخوای بری عروسی؟ از جای دیگه دلت پره چرا سر من خالی میکنی؟ ماما ماما اون شیر رو ببند. خیلی خوب بگو اونت داد نزنه، خیلی صداش قشنگی رفته تو همون دادم میزنه. بله بلو بلو. حمید یه دقیقه در رو باز کن، کارت دارم. چی میخواد؟ باز کن کارت دارم. درم کفیه، الان باز میکنم. سارا ببین کیه؟ آژانسه. آژانس برای چی؟ یعنی چی واسه چی؟ میخوام برم دانشگاه دیگه. ماشاءالله دست به خرجت هم مثل متراژ زبونت زیاده. باز کارت دارم. بله. یه خورده بیشتر مراقب خودت باش. چی شد آقا؟ یه خورده پول گذاشتم تو جیب ساکت. دوست دارم وقتی خدمتت تموم شد ببرمت کارخونه پیش خودم، نه اینکه ببرمت باز بربری. بله؟ با آقا سعید کار داشتم. شما سعیدی؟ بله شما؟ گوش کن ببین چی میگم. قید ستاره رو بزن و اینا سیاپوشت میکنن. اون نشون کرده کسیه. گرتی گفتم؟ شما؟ به تو هیچ نفتی نداره. یه بیکله. میگم شما؟ گفتم یه بیکله. اولین بار با تو تماس گرفت؟ نه. چند وقت زنگ میزنه؟ یه 4-5 روزی میشه. چرا همون موقع نگفتی؟ فکر میکردم یکی داره با اون شوخی میکنه. خب شمارش میفته؟ با کسی مشکلی داری؟ نه بابا. خانومت چی؟ فکر نمی کنم. رقیب عاطفی داره؟ تقریبا. خجالت نمی کشی؟ کاری بهش ندارم. مطمئن؟ جخت شوخی علی؟ شوخی چیه؟ جدی دارم میگن. تو با اون کار نداری، شاید اون کار داشته باشه. کیه اون؟ همون دختر خالم که گفته بودم. بهش شک نداری؟ شاید کارمون باشه. خط جفتتون رو میدم کنترل کنه. با خانومتم باید صحبت کنه.
کاش با هم میومدی. بخور، نون پنیرت سرد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان. میخوای اینو بذاری سره؟ برای دانشگاه میخوام. شوخی کردم بابا. یه لحظه منو ببخش. بله. ستاره تو؟ قبل من خواستگاری داشتی که پا پیشه چه؟ تا دلت بخواد صف میبستن جلوی خونه عزیز. ای بابا شوخی نمی کنم. داشتی یا نداشتی؟ چرا یه نفر بود؟ چطور مگه؟ مزاحمه زنگ زد گفت تو نشون کرده کسی هستی. تهدیدم کرد. غلط کرد. فکر میکنی اون باشه؟ کی؟ ای بابا خواستگارت دیگه. نه بابا اون که آدم حسابی بود. چرا به علی رضا نمیگی؟ گفتم میخواد با خودت صحبت کنه. چیزی شده آقا سعید؟ نه. تو فکری؟ من عادت دارم وقتی یه اسمس خوب برام میاد برای بقیه میفرستم. قصد دیگه ای ندارم. اگه ناراحت میشین دیگه براتون نمیفرستم. وقتی قصد دیگه ای ندارین چرا باید ناراحت بشم؟ یه سر بریم میشه بابا کارتون دارم. اعلام کنین این چه کارو صادر کنند. آقا سعید میخواین از پیش ما بریم؟ خونه کشیدم، موسید کشیدم. آه چه همه چیز کشیدی؟ خیلی خوشگل کشیدی. دور بینه برم. حالا رنگش هم بکن. آفرین. سلام، خسته نباشین. سلام علیکم. سلام خانم. شکلات دارن جانا. یه شکلات هم میدی؟ آقای تسمی تشریف دارن؟ تو محوطه هستن. تصمیمتو گرفتی؟ در مورد چی؟ ازدواج. بله. مطمئن؟ بله گرفت. اش نمیذاره دور برات خوب ببینم. خوب میبینم. اگه میدیدی تو انتخابت مردد میشدی. تو میتونی همه چی رو با هم داشته باشی. چرا نمیخواد؟ همه حساب کتابای من دست تو. تو امین منی. تو این جوونی های خودمی. خیلی شبیه من. من تو زندگیم به خیلی چیزایی که میخواستم رسیدم، به خیلی چیزام نرسیدم. میتونم کاری کنم مثل من نشو به همه چی برسی. یه چراغ سبز کافیه. شما توقع دارین من آدمیه که 2 سال چشم براهم بوده جواب کنم؟ انصافه. تو باز سبک سنگین کنی که چی انصافه چی نیست. آدم احساسی این لاک‌پوش میشه. آدم احساسی خطا زیاد میکنه. تو دلت نمیخواد یه خونه داشته باشی؟ چه میدونم بده کاری پدرتو بدی یه ماشین خوشگل زیر پات باشه؟ دوست نداری یه عمر راحت پاتو دراز کنی و سرتو بذاری رو بالش؟ کی دوست نداره؟ تو دوست نداری. زندگی تو زیر رو میکنم پسر.
همه کار برات میکنم. تو قدر یه چایی تلخ منو میدونی، چه برسه به ماشین و خونه و چه میدونم بخشی از سهم کارخونه. نگرانتم سعید. ممنون که نگرانم. آقای تسلیمی جونم، میخوام از پیشتون برم، اینجوری بهتره. شما هم دنبال یه امین دیگه بگرد. با اجازه. جلو چشمتون نباشه بهتره. چی؟ قند. توت خشکتون تموم شده بود، ریختم دوباره براتون. خوراک قلابمو دندونگیرتر کردم اما بازم بیفایده بود. حتما آقا سعید نامزدشو خیلی دوست داره. اون عاشقه، عشقم دشمن عقله. عقل میگفت که دل منزل و مأوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. جلسمون با اون مشاور تبلیغاتی چه ساعتیه؟ ساعت 4. کنسلش کن. چشم. اگر لطف کنین و امضا کنین من میرم. دیشب داشتم با تمنا گپ میزدم، یه دفعه حرفو کشوندم به شما و راستگاری و اینا. بشین. مثل همیشه روی خوش نشون نداد، دلایلش خیلی احساسیه. خب حقم داره، چون سنی نداره. دارم یه کارایی میکنم که به سعید برسه، اینجوری نرم میشه، وگرنه همه چی معلقه. حتما قسمت نیست آقای تسلیمی. نمیشه هر جا آدم به مشکلی بر میخوره پای قسمت رو وسط بکشه. به انتخابم ایمان دارم، بنابراین تلاشمو میکنم. هرام 20 سالی که از مرگ خانومم میگذره. تو این سالا از همه چی چشم پوشی کردم و پای تمنا واستادم. موقعیت های زیادی برای ازدواج داشتم اما قید همه رو زدم. حالا که تمنا بزرگ شده میخوام برای خودم باشم. حتما من خیلی کمم که تمنا خانم منو نمیپسنده. نمیگه کمید، میگه سنتون کمه. همون دلایل همیشگی که قبلنم بهتون گفتم. باهاش ارتباط بگیر و یه جوری دلشو به دست بیار. ذهنیت خوبی نسبت به تو نداره، عوض کن ذهنیتشو. چجوری باهاش ارتباط بگیرم وقتی حتی جواب سلامم هم نمیده؟ تمنا خانم این عقرب نیش میزنه. زن عقربیه که نیش زدنش هم شیرینه. خستم همین. یه مدت خیلی تو خودتی، میگی میخندی ولی انگار حواست جای دیگه است. انگار داری شاد بودن رو بازی میکنی. تو یه خورده حساس شدی. نه سعید، من تو رو عین کف دستم میشناسم. پس نگرانت بیمورده. من فکرم این بر اون بر میره چون فقط به خودم فکر نمیکنم. تو که بهتر از هر کس میدونی بابا من یه سرم هزار سودا. میدونم. تمنا اومده؟ آره میام بیرون از اینجا. سلام. خدا قربان. ناقابله برای سمیر جون گرفتم.
ممنون. اما واسه چی؟ یعنی چی واسه چی؟ خب همینجوری دوست داشتم گرفتم. لطف کردی. اندازش نبود بیارید میبرم عوض میکنم. دست درد نکنم. امیدوارم دوستش داشته باشه. تا حالا بد سلیقه‌ای ازتون ندیدم. مبارکت باشه آبجی خانم. خیلی خوشگله. آره خوشگله. حالا اینه این اخته یا فرت و فرت ور ندار پات کن. بذار وقتی میری مهمونی بپوش. فهمیدی یا نه؟ دوست دارم. تو چی کار داری؟ میخوام بپوشم. داداشی نگاش کن. تو نمیتونی درست حرف بزنی؟ با بچت که حرف نمیزنی. چی گفتم مگه؟ پاشو پولی که یادم ازش کفش بگیری و بردار بیار ببینم. میارم حالا. پاشو بهت میگم. مامان یه چیزی بهم بگو. اینقدر یک به دو نکن سارا. بگو فقط چش. من با آدم گیر بدم. مامان خانم تو فقط این طرف داری کن. تو تنها اولادمی که یادت بابا زنده است. از بچه ها به دل نگیر. گرفتارن. گرفتارتر از تو. ستاره چطوره؟ چیزی شده؟ بجرولای منگنه روم سیاست. بابا میخواستم بهترین عروسی رو برات بگیرم اما نتونست. من میتونم تمنا رو بگیرم و خیلی کار براتون بکنم. چی میگی سعید؟ تو خیلی برا من کار کردی. سر سفره من یه لقمه نون خوردی و هزار تا پس دادی. دلت هر جا هست برو همونجا. ملاقات کنندگان عزیز وقت ملاقات تمومه. یه جوری ترکالات رو راضی میکنم بیارم بهت بیرون. بعد از خدا رو من حساب کن. از کارخونه که میومدم یه سر رفتم بنگاه سپردم یه جایی واسمون پیدا کنه. برو بگو نمیخوایم. من خودم یه جور با این جزایری شکمپاره را میام. اون باید با ما را بیاد. آره که ما پیاده ایم اون سوار خر مراد. دوست ندارم دیگه تو خونش بشینی. منم دوست ندارم سعید جان. اما چاره ای نداریم. اساس کشی کلی به ما ضرر میزنه. راحت چند تیکه اساسمون داغون میشه. من خودم یه جوری جزایری رو با زبون نرمش میکنم. اصلا میبینمش حالم بد میشه. تو که انقریب از اینجا میری چند روزی هم تحمل کن. مستجر علیرضا از اونجا بلند شد؟ تا آخر هفته تخلیه میشه. خدا براش بسازه. خیلی پسر با معرفتیه. مامان جانم چقدر منو میشناسی؟ بهتر از خودت. خب راستش از ستاره سرد شدی نه؟ از وقتی پشت لبت سبز شده یه دروغم ازت نشنیدم. حس میکنم تو انتخابم اشتباه کردم. این احساسم از خانومی ستاره چیزی کم نمیکنه. به خدا چادرم سرم میکنم میدم در کارخونه میزنم دست جفتشون رو قدم میکنم. تمنو و باباش برات دون پاشیدن. دون پاشیدنی در کار نیست. هست. دختر خواهرم رو من خوب میشناسم. بزرگش کردم. میخواد زندگی تو به هم بزنه. بفهم. اینجوری نگو مامان. شما رو سر تمنو قسم میخوردی. خودت میگفتی کاش دخترت بود. وقتی پای خاطرخواهی میاد وسط آدم ها روخشون عوض میشه. میخوامش. وقتی اسم ستاره را آوردی تمنام بود.
اگه میخواستیش چرا اون موقع نگفتی؟ میخوای ناجی ما بشی؟ با پول تسلیمی ما رو بلند کنی؟ پارو دلت بذاری ما رو عاقبت بخیر کنی؟ میخوای یه اون مدیونت باشی؟ آره؟ میخوام مدیونتون نباشم. نیستی، نیستی. میخوام اده منی هاشم جد وسط بهشت. بچه این خونه سقف میخوان، سقفی که سندش به نام خودشون باشه. سند مهم نیست، سقف مهمه که هست. یادت رفته اون بالا یکی رو داریم؟ تو رو به همون اول پنزلی که هر ما واسه هی صفره میدرسی به قمری بنی هاشم. اگه یه دفعه دیگه اسم تمنا رو بیاری چادرم رو سرم میکنم میذارم از این خونه میرم، شیرم هم حلالت نمیکنم. شکرت، اگه از مال دنیا بهم کم دادی عوضش یه اولاد بهم دادی که از مال دنیا عزیزتر. سنا خدا همه جمعونا رو خوش برد. سعید جان نمیخوای زنگ بزنی یه چیزی بیارم بخوری؟ گشتم ده بابا. چشم مامان قضی و خونه گیدو دارم. مامان این ناکن چقدر خوشگله. آره مادر جان موازه باش نشکنی. ای رضا مشکل از سیمکشی اینجا از تلویزیون روشن نمیشه. بزن کانال دو هول بدی روشن میشه. خسته نباشی. آقای تسلیم میگفتن لیست چکای پرداختی این ماهو بدین ببرم. شنیدین چی گفتم؟ میدونم امروز روز خوبی واسه نیست، اما چاره ای نیست، زندگی اینه دیگه، همیشه اونجوری که آدم میخواد نمیشه. قهری با بدم میاد ازت. بی دلیل؟ دلیلشو خودت خوب میدونی. جان آرزو من اونجوری که تو فکر میکنی نیستم. داری اشتباه میکنی. میدونی من فکر میکنم آدم ها به محبت هم دیگه احتیاج دارن. من احتیاجی به محبت تو ندارم. هیچ وقت دلی کسی رو نشکن، چه بی دلیل چه با دلیل. واسه نهار فلفل دلمه آوردم، یکم واسه بیارم.
این لیست چکا بی سر و صدا خودتو از زندگی پدرم بکش بیرون. مگه تو خواب ببینی که با پدرم زیر یه سقف زندگی کنی؟ به نظر خودم که خیلی خوب شده، ولی من نمیتونم از کارم تعریف کنم. بیا خودت ببین نظرتو بگو. خیلی قشنگ شده، خیلی ممنون. خواهش میکنم. خودت خوب بودی که عکسات خوب شده. لباس، سفره عقدت، به نظر من همه چیزتون خوب بود. دوتا از عکساتون هم دادم بزرگ کنن. هر وقت قابش و همه چیز حاضر شد به زنگ زنم بیا ببر. باشه؟ هدیه من. وای دستتون درد نکنه. خیلی لطف کردین. پول اینه چقدر میشه؟ قابلتو نداره. خیلی ممنون. بی‌تعارف گفتم. بگید دیگه. شده 120 تومن، 20 تومنش هم تو نده. دستتون درد نکنه. خدا از خواهری کمتون نکنه. خواهش میکنم. تو آشنا ماشناهاتون اگه کسی خواست عروسی کنه به هم بگید. بهش یه تخفیف خوب میدم. باشه؟ حتما. من اولش مشکل دارم. خدا بزرگم. کاری با من ندارید؟ برو به سلامت. عروس خان عکسات. دستتون درد نکنه. سلام برسونم جبران کنم. خیلی بی‌مروت علی رضا. آقا خدافظ. دروای خاک حاجی. گوشی؟ به سلامت. خیر پیش. الو علی میگفتی؟ دروای خاک حاجی خیلی این درون در زدم بیام نشد. خب به خاطر ما ماموریتو کنسل می‌کردی. به جان تو نشد. شوخی میکنم. میدونم سرت خیلی شلوغه. مبارک باشه. ان شاء الله به پایم پیرسی. قربونه. ان شاء الله عروسیت برم ماموریت حالتو بگیرم. خیلی مخلصیم. مزاحم دیگه زنگ نزن؟ نه. فردا خونه ایت با کادوی عروسی برای عرض ادب خدمت برسن. آخ. داری میری مشهد. هفته دیگه برمیگردیم. اما خب وقتی برگشتیم زنگ میزنم بیای ادبتو عرض کنی. فردا آزمید مزاحم نمیشن. به خانومت هم خیلی سلام برسون. ستر علیرضا سلام برسون. سلام منم برسون. کوچیکیتو رسوندم. اونم سلام داده. شناسنامه ها رو برداشتی سعید؟ کوچیکتا. باش. کاری نداری؟ رفتی حرم سلام گرم منو به امام رضا برسون. بگو علیرضا خودش میدونه که خیلی بی‌معرفته. خوب خودت هم میدونی. مواظب خودتو خونم باش. گند نزنی بهش. مرده شور خودتو خونتو ببرن. کاری نداری دیگه؟ تشکرتم. خداحافظ. یا علی. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ میخوام برم خرید. چیزی نمیخوای؟ امروز یه جوری دارم به نقشه یه قد فکر میکنم. دیگه یه سوس کشتن که این حرفا رو نداره. یه دمپایی برده مثلا تو سرش. سعید یه سرم میرم آتولیه ها. باش. گفتی چیزی نمیخوای بیرون؟ نه. سویچو کجا گذاشتی؟ بالای جا گپشی. احتیاط کن ها. مواظب این موتوریا باش. حواسم هست. Oh, my God.
ستاره؟ ستاره؟ سلام عزیز، خوبی؟ الحمدلله. ستاره نیومد اونجا؟ نه، قرار بود بیاد. قرار بود بره آتلیه، گفتم شاید یه سری اومده باشه اونجا. خب کاری نداری؟ نه عزیزم، اومدش بگو به من زنگ بزن. چشم چشم، خدا نگهدار. سلام آقا صادقی. چطوری آقا سعید؟ ستاره خانم اومد؟ نه، دقیقاً کی از آتلی اومد بیرون؟ سه و نیم. آره سه و نیم بود. گوشیشم خاموشه. به دلت بد نیاد، شاید ماشینش خراب شده، شاید هم تو ترافیکه، یاد ایشالله. ممنون که تماس گرفتین، کاری ندارین؟ برو سعید جان، برو به کارت برس. اومد به منم زنگ بده. جانم علیرضا کجا؟ بیمارستان دیگه برای چی؟ خسته نباشی. ببخش یه ببخش آقای دکتر لطفاً ببخش آنژیوگرافی. علیرضا کجا؟ آروم باش. چی شده؟ چرا حرف رو میزنی علی؟ شونه به شونه هم دیگه داشتیم میرفتیم. یه دفعه یه آبر جلوم سبز شد، فرمونی بی سوابا میگرفتم اینبار که نزنم بهش. زدم ماشینم خدا بیامرز، اونم انحراف شد، زد به درخت. اخوی شنیدم تازه لباس دومادی تنت گرده بود. اول فصل حلالم کن. شانس آوردی بیمه داری و اینه کارت زار بود. ولی من در به در باسی یه عم تون این کار بدم، از آب وجدان خاکسترم میکن. عزیز جانه با
سچده یه سری عزیزه به دیداره دفتر. ای دختری تاجی سریم داده جدا، ای باوریم من بگو کجایی، بگو کجایی، بانو ستاریم سبیم عزیز جانای امید قلب. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. حالا دیگه با سعید فقط چند قدم فاصله داری. یه عروسی برات بگیرم که کل تهرون تحسینم کند. به زیبام همینو گفتین نه؟ تا تو راضی نباشی هیچ حرکتی نمی کنم. من اگه راضیم باشم شما نباید این کارو بکنین. میدونین تفاوت سنی شما با زیبا چند ساله؟ بله میدونم. حالا اگه همسن و سال من بود مشکل نداشت؟ من فقط با سنش مشکل ندارم. اون لایق شما نیست. چطور سعید که تو پایین شهر زندگی میکنه لایق تو هست اما زیبا نیست. سعید با زیبا فرق میکنه. زیبا نقشه ثروتتون رو کشیده بابا. اشتباه میکنی. اون زن باهوشیه اما نقشه کش نیست. زیباست. اون میخواد با من زندگی کنه نه خاله بازی. نمیگم پول من براش مهم نیست، چرا هست، ولی تنها ملاکش این نیست. تو جوونی، خامی، خیلی چیزا رو نمیدونی. اونقدر که من تو این شهر بالا پایین رفتم و با آدم و معاشرت کردم تو نکردی. اونقدر که من زمین خوردم تو نخوردی. من از شکست به پیروزی رسیدم ولی تو از اولش پیروز بودی. من هرچی خواستم خودم به دست آوردم ولی تو هرچی خواستی از دست من گرفتی. منت میذارین؟ هر کاری کردین وظیفتون بوده. من بچه‌تونم. منم نگفتم شما ازدواج نکنین. این حق شماست. ولی با کسی که هم صد و هم وزن خودتون باشه. ناراحت نشی دخترم ها. اما من میدونم کی هم صد و هم وزن منه، نه تو. تو از زاویه یه دختری که تو خونه باباش همه چی مهیا بوده داری به زندگی نگاه میکنی. اما من از دید یه آدم 60 ساله که تو زندگی بازی خورده تا بازی رو یاد بگیره. من نمیتونم ببینم یه زن همسن من بیاد تو این خونه. حس خوبی نسبت بهش ندارم. سعید دیروز اومده بود کارخونه؟ اومده بود. داغونه نه؟ ماهی رو به دمش میرسونم. تو هم خودتو یه جوری به سعید برسون. حالا که ستاره رو نداره میشه لباس دامادی رو تنش کرد. پری جون اینا باید تا ظهر آماده باشه. کدام کار؟ حالتون خوبه آقا سعید؟ چیزی نیست، یکم فشارم افتاد. رنگتونم پریده. از این شکلاته بخورین فشارتونو میاره بالا.
بفهمم. چرا یه مدت مرخصی نمیگیری؟ بیکاری میونه خوبی ندارم. ولی یکم استراحت براتون لازمه. حالتون جا میاد. هیچ وقت اینقدر ناامید ندیده بودم اتون. وقتی امیدت زیر خاک دفن بشه اینجوری میشه دیگه. پس خدا و تقدیر چی میشه؟ اون هم جای خود. کمکی غیر همدردی از من برمیاد؟ همین همدردی کمک بزرگی. غیر از این؟ بله. مگه بهت نگفتم دیگه به من زنگ نزن؟ بی خود. تو خیلی کوچیک‌تر از اونی هستی که منو تهدید کنی، میفهمی؟ گوشی. سیاست ما سود کمتر و فروش بیشتره. شما اگه مشارکت بفرمید متضرر نمیشید. جناب تسلیمی مطمئنن بررسی ها لازم انجام بدید. مشارکت خواهیم. من چند لحظه. خواهش جونم. ببخشید من بعد موقع مزاحمتون شدم. نه خواستم خدمتتون عرض کنم که مشکلی که اصلیمون از اشتباه مامور خرید بوده. مطمئن بودم که همینطوره. سعید جان الان 3 ماهه که از فوت خانم خدا بیامرزت گذشته. تو بالاخره نمیخوای این لباس سیاه از تنت دراری؟ شما چرا درمی؟ به خاطر تو شریک غمته. میدونم چه روزای سختی رو داری میگذرونی. باید یکم فراموشی رو تمرین کنی. اونی که عجله میده صبرم میده. اگه اینطور نبود چرخ دنیا نمیچرخید. کلید ویلای رامسر رو بدم یه مدت بری اونجا؟ نه ممنون. تعارف میکنی؟ نه بالا. تعارف میکنی؟ نه تعارف ندارم. لااقل یکی از ماشینام برده بنده زیر پات. همینطور بیکار افتادن تو پارکینگ. اگه لازم شد ازتون میگیرم. ممنون که به فکرم. به فکرت بودن تنها کار یکی از دستم برمید. لطفه. سعید مادر بیا بشین، نمیخواد زحمت بکشی. اومدیم یه دقیقه ببینیم تو بریم. داداشی جانم چرا نمیای پیش ما؟ میام. راست میگه؟ نمیگه دلمون واسه تنگ میشه؟ میام. داداشی میام. مادرت بمیره. چقدر شکسته شد. خدا نکنه. این چیه؟ اینو آوردم اون لباس عزا رو از تنت دراری. شگون نداره انقدر مشکی بپوشی. یه چند روزی مادر بیا خونه ما. از در دیوار این خونه غم میریزه. دل بکن از اینجا. نمیدونم. انشالله که یکی بذاری 100 تا برداری مادر. خدا به مالت برکت بده. از حمید چه خبر؟ میره پادگان؟ اهله؟ آره بچه. طفلکی از پادگان که میاد یه راست میره پیش آقا رحیم رنگکار. دست به جیب شده الحمدلله. دم غیرتش گرم. دستت درد نکنه. خب کاری چیزی نداری؟ ممنون که اومدی. برم برای بچه ها شامم درست کنم، دیر میشه. اینم بپوش مادر، این سیاره از تنت درار. راستی شام چی داری؟ از بیرون یه چیزی میگیرم. غذاهای بیرون که خوب نیست.
مادرت بمیره. داداش خدافظ، خودت گفتی میای خونمونا. خدا صبر بده بهت. راستی برو لباساتو بریز توی کیسه بیار ببرم بشورم. ماشین هست میرزم میشوره. شب تا صبح خوابم نمیبره، همش فکر تو. بیا خونمون تو رو خدا، بیا سر بزن. چشم. خدا رحمت کنه ستاره رو، خدا بیا مرزتش. خدافظ مادر، خدافظ. به سلام. چه زمانی طولانی تر از زمان بردباری توه؟ از اقیانوس بی انتهای صبرت یه قطره به من گناهکار عطا کن. این مصیبت روزای منو شب کرده، اما راضیم به رضای تو، تسلیم تقدیرم یا آرام راهم. آقای لاجوردی گفتن اگه زحمت نیست فردی یه سلبی طلا فروشی. ممنون. چشم. دیشب تماس گرفته بودیم میام خدمتتون. یه آدم خیر اومد بدهکاری پدرتون رو داد، چند روز دیگه آزاد میشه. کی؟ یکی اهل خدا و پیغمبر، خواست که ناشناس بمونه. گفت نذر کرده بود اگه گره کارش باز بشه یه زندانی رو آزاد کنه. سلام تمنا، یه کار باجه باد دارم، کجا رو هستیم قرار بسید؟ یه جای دینجا خوب سراغ دارم. اینقدر از خودت ضعف نشون نده، هر کاری یه راهی داره، منتها تو راه بلد نیستی. هر کاری از دستم برمی اومد کردم، بابامم همینطور، ولی نشون. توی این دنیا غیر ممکن وجود نداره، باید از یه راه دیگه وارد شی. چه راهی؟ یه خورده باید جرأت خرج کنی و یه خورده بیشتر پول. منظورت چیه؟ تو راه بهت میگم. آقا سعید، آقا سعید، خوبی؟ ببخشید دیر شد، تو را بنزین تموم کردم. خواهش میکنم. چی کارم داریم؟ چیزی شده؟ هنوز به من فکر میکنی؟ بفهمی شما چی میده؟ فرق نمیکنه. دو تا نسکافه با کیک شکلاتی لطفا. وقتی ازدواج کردین
همه چی برام تموم شد. دوست نداشتم چشم دنبال زندگیتون باشه. از ته دل براتون آرزوی خوشبختی کردم. ولی حقیقتشو بخواین از وقتی خانمتون فوت کرد، تنها دلیلی که باعث شد به تو برای ازدواج فکر نکنم این بود که نمیخواستم این وصله بهم بچسبه که به خاطر مال و منال پدرت دارم ازدواج میکنم. یه جورایی هم نمیخواستم زیر چترم برم. پس از من بدتون نمیومد؟ نه، اما مجبور بودم باید سرد برخورد کنم تا دل زده بشی. یه چیزی بگم، چند وقت عوض شدین؟ یعنی چی عوض شدین؟ یه ذره مشکوک شدین. مشکوک نشدم، با مرگ ستاره تنها شدم. چرا جواب ندادی؟ مزاحمه. میخوای اگه دفعه دیگه زنگ زد بده من جواب بدم؟ مهم نیست. تو این 5 ماه چطور تونستیم فراموشش کنین و به من فکر کنین؟ فراموشش نکردم، یعنی نمیتونم فراموشش کنم، ولی باید زندگی کرد. یه سوال بپرس. فقط تو 3 ثانیه جواب بدی. چرا 3 ثانیه؟ چون نمیخوام پای عقل وسط بیاد. با هم ازدواج میکنیم. به هوش تو که شک ندارم، اصلا به خاطر هوشته که حساب داره خوبی شدی. تو 100 تا رقمو تو ذهنت جمع میزنی. جمع میزدم، حالا دیگه رقم میزنم. من هر وقت کم میارم میام سراغ تو. اون وقت تو سراغ شک و یأس رو گرفتی. یه چیزایی میدونم که اگه بگم واویلا میشه. اسرار آدم مثل خون آدم، فقط باید تو رگای خودش جریان داشته باشه. تا کی؟ تا هر وقت که لازم باشه برای ثابت کردنش مدرک بشه. بعضی روزا هم باید گذاش برای اون دونی. آقا سلام، خسته نباشید. چرا این آدرس رو میدونید؟ کوچه سر. اون تحتیر میبینی؟ دست شبیه اون سرده. دست در آقا. مرسی. خواهش. الان توی موقعیتی هستی که درصد خطا کردن زیاد. حواست خوب جمع کن سعید. به نظرم کار درستی کردی به دختر خالت جواب مثبت دادی. تصمیم هوشمندانه گرفتی. پس دیگه نگو کدوم هوش. کاری ندارم مریم جون، من فقط به فکر خودم و خانواده‌امم. گناه که نکردم. فیلم کن بابا، یه بار برام تصمیم گرفتم، برای 7 جهت آبادم کافیه. این دفعه میخوام خودم واسه خودم تصمیم بگیرم. خب بله، از نظر تو اشتباهه، برای اینکه تو مثل من زندگی نکردی. تو شبو با لالایی مامانت میخوابی، صبح هم با قرون صدقای بابات از خواب میرم. خوب است این آقای اقبالی؟ ببخشید مریم جون، من با شما تماس میگیرم. خواهش میکنم، قربانت. بفرمایید. آقای تسلیمی تشریف دارن؟ بله هستن، ولی با مامور مالیات جلسه دارن، اجازه بدین.
بله. معذرت میخوام، آقای اقبالی تشریف آوردن. بگم منتظر باشن؟ تشریف داشته باشن، الان میام. بله خواهش میکنم. الان میام خدمتتون. بفهمین بنشینید. بابا سلام. ببخش موزم جلزتون شد. خواهش میکنم، خواهش میکنم. فکر میکنی چقدر طول میشه؟ خیلی مزاحم نمیشم. بسته میکنم. ما رو شهر برنده کردیم. این چیه؟ بله 14 تا چکه که به تا فاصله 3 ماه به 3 ماه کشیدم. من با آقای لاجوردی هم گفتم که طلبشون رو قسطی بدم که برایشون قبول نکردن. بابت چی؟ میدونم شما بدهی پدرمو دادی. از کجا میدونی؟ ما تو دوروبریامون یه مرد خیر بیشتر نداریم که اونم شمایی. خیر یا خطاکار؟ اختیار داریم. مردای خدا یواشکی دست اینا اون نمیگیرن. منو چه به اونا؟ بدهکاری پدرتو من ندادم. اتفاقا این رفتار شما مختص مردای خداست. حالا که قرار افتخار دامادیتون رو داشته باشم، اجازه بدین از همین اول راحت باشم. ببخشید مزاحم جلسه‌تون شدم. با اجازه. پیتزا دوست داریم؟ من غذای خونگی بیشتر دوست دارم. راست میگی؟ کاست بیر ماست بگی. نصفش هم کار ماست بگی. لوس. حالا دست پخته چجوری هست؟ بد نیست. یعنی امیدی هست زنده بمونیم؟ سعید اونقدر هم بد نیست. بابا قول داده یه عروسی برامون بگیره که کل تهران تحسینش کنه. منم قول میدم که یه شوهری بشم که کل ایران تحسینم کنه. چه خوب. ببینیم و تعریف کنیم. از همین الان میتونیم واسه همین تعریف کنیم. چی شد؟ دلم درد گرفت. الان میام. ماشینتو لازم دارم. باشه، فقط یه زنگ میزنی آژانس؟ میرسونم. نه خودم میرم. خودم میرسونم. چیزی شده؟ نه. Thank you.
چیه؟ باورت نمیشه کار اینه؟ پای شک به زندگیت باز شده. جیدن به یقین میگن شک. شیطون رو لعنت کنم. باز کنید آقا سعید. میذاشتی حداقل سالش در بیاد بعد یه حلقه دیگه دستت میکردی. هنوز زنگ قبرشو عوض نکردی. پاشو پاشو برو لباسای ستاره رو بریز تو ساک بیار. اون عشقی که ازش دم میزدی این بود آقا سعید؟ خجالت میکشی نه؟ هنوز عطر ستاره از خونت بیرون نرفته سعید. این باید رو دیوار خونه ای باشه که صاحبش براش ارزش قائل باشه و حرمتش رو نگه. باشو باشو برو لباسای ستاره رو بیار. کجایی تمنا؟ خونه. تنهایی؟ آره بابا رفته کو. میام ماشینو بدم بهت. باشه دستت، من لازم ندارم. لازم داشتم میگیرم. هرچی راحتی. بیا نهار بخوریم بریم بیرون، جامعه تو خونه نباشیم بهتره. باش اومدم. برات قرمه سبزی پختم دوست داشتی. دیشب کجا رفتی؟ هیچ جا، خونه بودم. خونه ای کی؟ غذا نمیخوری؟ گفتم خونه ای کی رفتی؟ چته سعید؟ حالت خوبه؟ دیوونم کردی. سوال بیپرسم درست جواب اومده. خونه ای کی بودی؟ خونه زیبا. غلط کردی دروغگو. به ولای علی راست میگم. علی بزنه به کمرت. کجا بودی؟ به روح مامانم خونه زیبا بودم. باور نمیکنی؟ زنگ بزن ازش بپرس. مگه باش قهر نیستی؟ اونجا چه غلطی میکردی؟ سعی تو رو خدا آروم باش. بشین با هم حرف بزنیم. بگو. رفته بودم بهش بگم پاشو از زندگی بابام بکشه بیرون. ولو میکشیش نه؟ وا. به ستارم همینو گفتی؟ دیوونه شدی سعید، معلوم هست چته؟ پس کی زنگ میزد ستاره رو تهدید میکرد؟ چه میدونم؟ کی به تو زنگ میزد که میگفتی دیگه به زنگ نزنه؟ زیبا بود، زیبا زنگ میزد. اون میخواست من خامم کنه که من رضایت بدم بابام بیاد بگیرتش. اعتراف کن بی همه چیز، اینه همینجا خونه تو میریزم. ستاره رو تو کشتی؟ چی میگی سعید؟ آروم باش. دیگه به اینجام رسیده. بدون دعوا میتونیم حرف بزنیم؟ نمیتونم. روزی که شقایق اومد کارخونه یادت هست بهش گفتی ای ستاره رو عقد کنم خودتو میکشی؟ گفتی یا نه؟ چرا ولی نگفتم ستاره رو میکشم. آخر حرفاش اون گفت یه رای بهت نشون میده که باید جرأت خرج کنی یا یه خورده بیشتر کنی. گفتی یا نه؟ چرا رای بهت نشون داد؟
اون گفت از ستاره نترسم و دست از سرت بر ندارم. شقایق میدونست تو وضعیت مالی خوبی نداره، میگفت تا میتونی پول خرج کنی. تو هم یه نفر هجیر کردی که ستاره رو بکشه. اونی که با ستاره تصادف کرده تو هجیر کردی؟ همونی که روبروی خونه زیبایی نمیشینه؟ نه به قرآن. اینقدر قسم نخور تمنا. مگه تو باعث نشدی که بابات بدهکاری با اون بده؟ آره. پس چرا بعد از مرگ ستاره به این فکر افتادی؟ چی؟ چون اگه قبل از اون بود مطمئن نبودی من برسی. آدم کش رز. به حرمت محبتی که بینمونه ازت میگذرم، ولی به جرم تهمت به این بزرگی تحویل پلیس میدادن. کجایی علی؟ اهواز. چیزی شده؟ کی میای؟ پس فردا. چی شده سعی؟ هیچ. بگو. دیدمت بهت میگم. تعویری نیست که سرت انداختی اومدی تو. با کی کار داری؟ زنگ زدم کسی جواب نداد. زنگ خرابه، در که خراب نیست، در میزدی. ببخشید خانم. حالا با کی کار داری؟ زیبا خانم اینجا میشینه؟ زیبا خانم؟ اینجا زیبا خانم نداریم. اینجا هر ننه قبره میشینه الا زیبا خانم. خوش اومدی. نداریم. چی واسه بربر نگاه میکنی؟ برو بیرون دیگه. با منه، با من کار داره. صفیه، تو کارخونه بهت میگن زیبا؟ به تو ربط نداره به من چی میگن. اه، سر برش که اساسی ریختم تو خیابون، بهت میگن به من ربط داره یا نداره. چیزی شده آقا سعید؟ نه، چیزی نشد. اصلا فکر نمی کردم یه همچین جای زندگی کنیم. خانم سفری اینجوریه دیگه، اسمم و ظاهرم و رفتارم و همه رو عوض کردم، ولی شهری کردم، اما بچه همی خراب شدم. اینجا رو چجوری پیدا کردی؟ تمنا گفت دیشب اومده بوده پیشتون. آره اومد یه بادمجون پاچشم کاشت و رفت. اون زد؟ بشکنه دستش. شما میبخشه وزیر نمیبخشه دیگه. میدونین که میخوام زن باباشم. آره یه چیزایی شنیدم. یه 200 از این فرش برمیداشتی آبجی. برداشتم آبجی. نادر بابا نفهمم پولا کجاستا. اون آخر واجاش میبرن. هم اصلا از بهش نمیگم. سلام کردی؟ سلامم. سلام خانم، خوبی؟ مرسی. برو مواظب باش. خب بریم تو، چای تازه دمه. نه مزاحم نمیشم. میترسی نمک گیرشین؟ نمک پروردین؟ اختیار دارین. خب نگفتین اینجا چی کار دارین. تمنا چرا با شما چپه؟ یکی میکنه من باباش دور کردم. چرا میخوایی باش ازدواج کنی؟ شما ربطی به هم نداریم. آره ربطی به هم نداریم، ولی من میخوام دیگه با عقلم زندگی کنم. میدونم هر کی منو تسلیمی رو ببینه چه فکری میکنه، اما واسه هم مهم نیست. یعنی پول اینقدر مهمه؟ فقط پول نیست آقا سعید، خیلی چیزای دیگه هست. تسلیمی میخواد زندگی کنه، درست سنش بالاست، ولی خیلی چیزا داره که اونو میپوشونه. اون از ته دل دوستم داره. از منم که دیگه گذشته، بخوام با حرفای عاشقانه خر بشم.
کی میتونه هممونو یه جا خوشبخت کنه به جز تسلیمی؟ وقتی گشنه باشی به هیچ چی فکر نمیکنی جز پر شدن شکمت. وقتی یه بابای عملی داشته باشی یا یه داداش دستکج، وقتی نگاه سنگین صابخونه همیشه تو زندگیت باشه، به یکی مثل تسلیمی فکر میکنی که بیاد آبو بریزه رو آتیش زندگیت. شوهر قبلی من یکی بود مثل بابا، فقط فکر خودش بود و عملش. خواهم مثل آدم حسابی ها زندگی کنم گناهه یا به ام نمیاد؟ تا کی کار کنم واسه پر کردن شکم این اون؟ اگه بابات کار نمیکنه، یه نیسان داره داده روش یکی کار میکنه، هرچی هم که میگیره دود میکنه میفرسته هوا. منم چندر قاس تسلیمی بهم میده، همش میره پای اجاره و قبضای آب و برق و گفت و زهر ما رو. خوبی پدر جان؟ الحمدلله. این آقایی که نیسان داره پسر شماست؟ آره پسرمه، حاضر عمر من. خونه هست؟ پیش پای شما رفت بیزر رو. بیزر برای چی؟ چند ماه پیش باید خانمی تصادف کرد، حالا هر روز میره سر خاک اون خدا بیامرز. میگه اگه یه روز نرم روزم شب نمیشه. چطوری جوون؟ چیه تو فکری؟ دهنت شیرین کن. کیه؟ منم باز کن. دهنت شما دهنم کن. چی شده؟ خواستم با تمنا بیام خواستگاری، دوستاشم اونم راضی میشد. نگران نباش، انشالله درست میشه. اینقدر میام و میرم تا یه شبیه تو خوابم بگه حلالم کرد. همشیره عذاب و وجدان بجیر به جونم پیله کرد. بروای خاک ننم صد دفعه خواستم برم کلانتری اعتراف کنم اما پام نیم. بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، مالکه یا یا کنه بده و یا کنه سی. عادل اسدی اینقدر نیومدی تا ما اومدی. پنج سالی میشه که رو نیسان بابای صفی خانم کار میکنم. هر چقدر در میارم یک سومش میدادم به باباش. سرتون رو درد نیارم جناب سرکار. زمستون سال پیش یه شب صفی خانم اومد خونمونو گفت با یه بابای خورده حساب داره. منظور ستاره بود؟ گفت یه خورده حسابی داره، خواهد یه بلایی سرش بیاره اما خودش نمیدونه. چه خورده حسابی؟ نگفت، منم نپرسیدم چون صفی خانم حرف سند بود. 15 سال همسایه‌مون بود. این آمار بچه محل رو سرش قسم بخورد. گفتم یه بلای سر ستاره بیار. گفتم چه بلای سرش بیارم، زخم زیری شونه
علیلش کنم. گفتم یه کاری کن زمین گیر شه. پولم بهش دادی؟ قرار شد سند ماشین به نامش بزنم. آخه سند به نام من بود. منم با ماشین رفتم سراغش، ولی به ناموس زهرا نمیخواستم بکشمش. خودم گفتم هم صاحب ماشین میشم، از این بدبخت بیچارگی در میام، همین که موی دماغ صفی خانم رو میکنم و خلاصش میکنم. سرکار به ارواح خاکی مادرم، این اولین آخرین خلافمه. آزار من حتی به یه مرچه هم نرسیده. شیطون کنم سر توف ذاتش. فکر کردم اگه ستاره نباشه ستاره هم برداشته میشه. واسه برداشتن سده به این بزرگی باید یه کار بزرگ کرد. دیگه به هیچ چی فکر نمی کردم جز خانوادم. حاضر بودم برای خوشبختیشون هر کاری بکنم، ولی بدتر این کار رو کردم. خریت کردم. اشتباه من است. تسلیمی هم تو این ماجرا بود؟ این خانم بره بازداشتگاه. همونجا جاش خوبه، حلالم کن، بگذر ازم. این چه حرفی عزیز؟ تقصیر شما نبود؟ منو ببخشین که اون موقع نمیتونستم توضیح بدم. عزیز جون چایید سرد شد، میوه پوست بکن. چشم، میخورم. دستتون درد نکنه عزیز جون، بذار یه پرتقال براتون پوست بگیرم. دست درد نکنه مادر. یه دونه حالا آقا 100 نفر نون میده، اگه نباشه خیلی از گشنگی تلف میشن. با اینکه دستش به خون آلوده شده، ولی نمیتونم کرده باشو نایده بگیرم. دست دستمون حتما فشار کار خستش کرده بوده که پاشو کج گذاشت. ولی دارم تا از اون نهید. آقا سعید، بفرمون نهارمون هم آماده است. دستتون نده. ستاره دختر عادله. سلام، خسته نباشی. آقا ساعت چنده علی؟ ده رو نایمدم.
گفت یه مدت میخوام برم شما. باید میرفت. این من حال روز خوبی نداشت. بازی خورد. امیدوارم این شکست بسازتش. اومده بودم از دلش در بیارم. با یه دست گو؟ حلقشم پیشم جا مونده. میمونی باش؟ تکلیف زیبا و اون بنده خدا چی میشه؟ تکلیف اونها رو یه قانون مشخص میکنه. ما هم زنی میکنیم منصف باشی. جواب سوالم ندادی. میمونی باش؟